این روز همزمان با سالگرد قتل عام مجاهدان اشرف در حمله جنایتکارانه 10 شهریور 1399-92 ببخشید و همچنین سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در 15 شهریور شاهد یک موج جدیدی از تشدید شیطانسازی از طرف رژیم علیه مجاهدین است. میخوام ببینیم که علت این موج جدید چیست و از چه قراره و رژیم چه اهدافی رو به خصوص در این مرحله و با شهری که درش قرار داره دنبال میکنه. همراه میشیم با مهمان برنامه‌مون آقای فریدون سلیمی. آقای سلیمی خوش اومدید به برنامه خط ایران. بله منم سلام میکنم خدمت شما و همه بینندگان عزیزتون و در خدمتتون هستم. بله بفرمایید. ممنونم. میخواستم کمی در مورد تشدید موج جدید در واقع پروپاگاند یا شیطانسازی رژیم علیه سازمان مجاهدین به خصوص در این ایام برامون کمی توضیح بدید که موضوع از چه قراره، چه جنبه هایی رو در بر میگیره و چه ابعادی داره. بله خب تا جایی که در واقع میشه در ابتدا بهش اشاره کرد این هستش که واقعا با پیشروی های کارزارهای مختلف بیرون المللی سازمان و همچنین مجموعه فعالیت هایی که کانون ها در داخل پیش میبرن به هر حال واقعا رژیم رو در یک هراس و ترسی فرو برده که خیلی از واکنش های اون به خصوص وچی که الان امروز یعنی این در ساده شما میخواییم بهش بپردازیم یعنی شیطان سازی خب ناشی از همون واقع میشه و اینا. به طور واقعی خب ما دیدیم که و شاهد هستیم که رژیم چجوری با دادگاه محاکمه غیابی 104 تن از اعضای مجاهدین و مقاومت ایران خب تلاش میکنه که اهداف چند منظوره ای رو علیه سازمان پیش ببره و باید گفتش که به طور واقعی هم در این اهداف ناموفق بوده. به همین خاطر واقعا این دادگاه رو دستش همینطوری مونده و علارغمی که یه تعدادی از مزدوران و ماموران خودش رو به این دادگاه آورد و به اصطلاح اونها رو به عنوان شاهد و شاکی به اصطلاح ازشون سوال و جواب میکرد ولی همه این موارد به خوبی نشوندنده این هست که چقدر در مقابل پیشروی‌های این مقاومت درمونده شده که حالا رو آورده به این مزدوران و ماموران دست چندم توی دادگاهش تا به این وسیله بتونه مثلا فرض کن یک پوش حقوقی برای پیشبرد به اصطلاح اهدافی که علیه سازمان داره استفاده کنه ضمن اینکه به وسیله اون دست به شیطانسازی از روایت‌های گذشته تاریخ این مقاومت بزنه و اینها. کما اینکه رسانه‌های حکومتی رژیم هم وقتی که نگاه بکنیم طی این چند وقت گذشته به طور گسترده‌تری علیه سازمان دست به شیطانسازی و دروغ پردازی می‌کنند و طبعا اگر نگاه هم بکنیم به اغلب اونها تمرکزشون روی سال‌های 60 و قتل عام سال 67 هست و معلومه که از این بابت زیر فشار اجتماعی قرار دارن. به همین خاطر تلاش میکنن که با وارونه جلوه دادن این وضعیت در اون مقاطع و جنایت‌هایی که توسط این رژیم صورت گرفته و به خصوص شاهد هستیم که چطور در به اصطلاح مجامع بین‌المللی هم جنایت علیه بشریت و هم نسل کشی بر اثر تلاش‌هایی که سازمان انجام داده داره به ثبت میرسه و به ثبت داده شده. به همین خاطر خب رژیم در واکنش به اون خب رو آورده و در رسانه‌ها چنین شیطانسازی و روایت های دروغینی از اون سالها میکنه. به قتل عام 10 شهریور 92 برگردیم چون در سالگردش هم هستیم الان سه روز دیگه. رژیم تو این زمینه هم تو رسانه‌هاش خیلی انعکاس داده و تلاش کرده همون دروغ های اون سالها رو که آنچه که رخ داده یک تصویر درونی در سازمان بوده رو اینجوری منعکس بکنه در حالی که در طی این مدت بسیار حقایق آشکارتر شدن برملا شدن که تا کجا رژیم در این عمد دست داشته و حتی سرکرده های از خود نیروی تروریستی قدس از سپاه پاسداران و بعد رسانه های اونها اذعان کردن که در حمله 10 شهریور سال 92 و قتل عام و اون جنایت علیه بشریت قاسم سلیمانی پشتش بوده و فرمانده صحنه را به دست داشته و این دیگه از امام شمس کما اینکه بعدا خودش هم رفت در خبرگان رژیم و گزارش اون رو مستقیما داد و بعد سلامی از اون تحت عنوان یک ضربه استراتژیک بزرگتر از فروغ جاویدان هست یاد کردش و اینا. به هر حال این قسمت دیگه از دروغ ها حول اینها در رسانه‌های رژیم هست. یک نکته دیگه که قابل بیان هست
سایت های وزارتی و مجموعه مزدورانی رو که به صحنه آورده رژیم در طی این چند وقت گذشته تا تحت عنوان خاطر نویسی، خاطر گویی، داستان های کاملا واهی و دروغ رو از روایت های گذشته از سازمان و تاریخچه اون بگن و به این وسیله تلاش بکنن که به صدا بی اعتبار سازی بکنن نسبت به سازمان و شیطان سازی بکنن. از جمله اون اقدامات با تحت فشار گذاشتن تعدادی از خانواده ها و به کارگیری تعدادی از مزدوران توسط دستگاه‌های اطلاعاتی رژیم و به طور مشخص همین انجمن موسوم به نجات رژیم تلاش میکنن که در واقع با نامه‌نگاری و نوشتن یک سری شکایت ها به اصطلاح مجامع بین‌المللی بتونن علیه ما به اصطلاح شیطان سازی بکنن و یا پرونده هایی رو پیش ببرن. به هر حال اینم بخش دیگه از اون، البته از مجاری قضایی جلادان و وزارت خارجه هم رژیم به شدت فعال هست که اینو بارها و بارها به اصطلاح خود قضایی جلادان اشاره کرده بهش و قریب آبادی به این موضوع اشاره کرده که ما هر جا باشه در هر مذاکره موضوع مجاهدین رو روی میز میذاریم تا بتونیم مقاصد خودمون رو علی اونها پیش ببریم و اینا. و خوبه که دیگه اینجا به تریبون های نماز جمعه رژیم که به شدت هر هفته بستری برای شیطان سازی علی سازمان هست و از اون ور فیلم سازی ها و مستند سازی های دروغین رژیم به علی سازمان که تلاش میکنن با روایت های دروغ، مثلا از جمله همین فروغ جاویدان که چند وقت پیش سالگردش بود، یا مثلا همین داستان ده شهریور و در آخرین ورژن ما میبینیم که از لاجوردی قصاب اوین هم حتی داستان های روایت میکنن که اون رو به عنوان یک قهرمان یاد بکنن و از اون ور به اصطلاح مقصر رو در سال 60 مجاهدین جلوه بدن. به هر اینا فیلم های و بخش دیگه از شیطان سازی رژیم است که در این پهنه صورت میگیره. درسته. الان شما به در واقع مجموعه ای از فعالیت هایی اشاره کردید که معلومه بسیار هدایت شده است و هزینه زیادی هم داره برای این همه هماهنگی، اما در این دور جدید از این کمپین شیطان سازی که رژیم مشخصا در همین ایام علیه سازمان مجاهدین به راه انداخته، این کمپین دروغ پردازی و لجن پراکنی علیه سازمان مجاهدین، چه هدفی رو مشخصا در این مقطع دنبال میکنه فکر میکنه؟ بله، خب ما اگر کمی به مختصات رژیم نگاه بکنیم، یعنی به هر حال به طور واقعی الان رژیم بعد از مرگ رئیسی در شرایط بحرانی جدی قرار داره، تلاش کرده که خودش از انتخابات عبور بده، نمایشایی که راه انداخت و به هر حال طبق آمارهای خودشون در انتخابات مجلسشون زیر 10% از مشارکت بود، به نظر دیگه خود خامنه‌ای اومد اذعان کرد به این امر. خب شما نگاه کنید کشتی این رژیم شکسته بسته از این فراز و نشیب‌ها عبور داده، بعد اومده به پزشکیان و کابینه ای رسیده که دیگه تلاطم های اون رو طی چند وقت گذشته در برنامه‌های مختلف سیما شما مورد بررسی قرار دادید که خب واقعا بحرانه. از یک طرف خب مجبور شده به پزشکیانی تن بده برای ادامه بقاش که ادعاطوار مشارکت در بیاره، ولی از طرف دیگه مجبور شده به شکاف و شقه هرچه بیشتری تن بده که امروز می‌بینیم چه در باندهای مختلف اصولگرا و چه بر سر خود پزشکیان و کابینش وجود داره و علارغم همه شیر و به اصطلاح پوشش هایی که این خامنه‌ای تلاش میکنه با پرداختن از اعتبار خودش به اصطلاح بپردازه در باندهای خودش البته تا این امر رو پیش بره، ولی خب میبینیم که خب به طور واقعی وضعیت فضیح‌تر از این هستش که بتونه با این اقدامات کاری بکنه. خب این یک مختصات از این وضعیت درون این نظام هست. از طرفی که خب میبینیم بحران‌های جدی بر سر مسائل اقتصادی داره، قبل از اینکه پزشکیان هم بیاد کارشناسای رژیم از ابر بحران‌هایی در حول موضوع به اصطلاح برق، حول موضوع نان که الان میبینه حکم تبدیل به یک بحران شده، حول موضوع سوخت که الان خود پزشکیان هنوز نیومده و هنوز اولین جلسه کابینش رو رسما نگذاشته، داره صحبت از این میکنه که این وضعیت سوبسید برای بنزین قابل قبول نیست و ما پولی نداریم در صندوق که برای بقیه مسائلمون بپردازیم، از جمله بازنشسته، از جمله همین پرستاره که میبینیم توی خیابان ها هستن الان. پس یک تنش دیگه، یک تنش جدی دیگه مسائل و بحران های اقتصادی هست که باید بهش پاسخ بده. از طرف دیگه خب شاهد هستیم ما که
با تظاهرات و اعتصابات اخشار مختلف که الان شما به بخش از این گذشته مال امروز فقط اشاره میکردین، خب به طور سراسری این تظاهرات دارن گسترش پیدا میکنن، خب این هم وجه دیگه از این داستان هست. از طرف دیگه خب ما میبینیم خامنه ای درگیر یک جنگی شده که برای برون رفت از قیام های در پیش بعد از 401 بوده. خب در این وضعیت هم میبینیم که خب خامنه ای از یک طرف باید یا جواب بده به اصطلاح عملیاتی که در تهران در قلب تهران صورت گرفته، اگر جواب بده باید به عواقب بعدی اون فکر بکنه و جنگی رو که نمیخواست در تهران به روش برگرده اونو در آستانه جنگ قرار میده. خب این از یک طرف، از طرف دیگه اگر جواب نده خب مواجه میشه با اینکه هژمونیش در منطقه و نزد نیروهای نیابتیش خب میشکنه و این چی که پوزهایی که تحت عنوان محور مقاومت میده خب تمام اینا بر آب میشه و از این بابت خب خامنه ای این هم براش کاملا وضعیت بحرانی ایجاد میده، چرا که اول به درون نیروی سرکوبگر سپاهش میریزه و ریزش بیشتر و نفوذی های بیشتر و به هر حال اهرام سرکوبش تضعیف در مقابل قیام ها میشه. پس این هم وجه دیگه از وضعیتش هست. از اون بر خب بیاییم بر سر آلترناتیو کارزارهای بین‌المللی گسترده‌ای که داشته. خب واقعا نگاه بکنیم هر روز ما شاهد ضربی از جانب مقاومت به این رژیم هستیم و افشای جنایت‌هایی که می‌کنه، از جمله همین اعدام‌هایی که می‌بینیم رژیم در این ابعاد کلان داره انجام میده برای سرپوش گذاشتن بر همین بحران‌هاش. خب مقاومتی هست که این صدا رو بین‌المللی می‌کنه و به گوش جهانیان می‌رسونه. از اون ور صحبت از این می‌کنه آلترناتیوی هست موجود و قدرتمند که میتونه این صدا رو برسونه و رژیم رو افشا بکنه و بعد این مقاومت رو به رسمیت شناخت برای اینکه پاسخ این رژیم هست. کما اینکه خب ما دیدیم در کهکشان امسال شاهد حمایت 4000 پارلمانتر از این مقاومت بود و این خب واقعا پیروزی بزرگی برای این مقاومت هست و برای مردم ایران در قبال جنایتی که این رژیم انجام میده. پس بنابراین این رو هم میبینیم. از اون ور میبینیم در زندان‌های رژیم ما شاهد کارزار سه‌شنبه های نه به اعدام هستیم که خب هر روز هم در زندان ها داره گسترش پیدا میکنه و رئیس جمهور برگزیده این مقاومت فراخوان به گسترش هرچی بیشتر این موضوع دادن که خب مقاومت رو در زندان ها بالا و بالاتر میبره، جایی که رژیم مثلا سیطره داره، اما خب میبینیم که ندای مقاومت بلند میشه و این خب در جوان ها تولید قدرت و توانمندی و انگیزه میکنه برای اینکه رژیم رو سرنگون میکنن. و از اون ور هم عملیات های اختناق شکن کانون های شورشی و جوانانی که برای سرنگون عزم و اراده کردن، خب مجموع این عوامل طبعا این نتیجه رو به ما میده که علی رغم این که رژیم با تمام جنایت هایی که این مردم ایران در حق این مقاومت کرده، اما اونها کارگر نیفتاده و حالا تلاش میکنه که از طریق به اصطلاح شیطان سازی این امر رو پیش ببره. و علارم که قبلا میگفتن باید با کوچک شمردن این مجاهدین و عدم پاسخگویی نشون بدیم که اساسا چنین مقاومتی در ایران وجود نداره و حتی یه روز از احمدی نژاد پرسیدن در مورد مجاهدین، گفت مگه چه نیرویی هم وجود داره؟ خب حالا میبینیم که همین رژیم حالا از 1400 به بعد صحبت از این میکنه که باید کنش فعالانه در مقابل این داشت تا بتونیم این مقاومت رو مهار بکنیم و در مقابلش بایستیم. و از جمله یکی از محورهای اون شیطان سازی است که در به اصطلاح بحث امروز اون به اون پرداخت، البته خب تیتروار بود، مگه نه واقعا نمونه ها رو اگر بخوایم اشاره بکنیم بسیار نشون از این داره که رژیم تا کجا سرافکنده در این نبرد با مجاهدین هستش. بسیار عالی آقای سلیمی، تشکر میکنم ازتون برای وقتی که ما دادید و توضیحاتی که در رابطه با این موج جدید شیطان سازی و کمپین اهریمن سازی رژیم علیه سازمان مجاهدین و دلایل اون. ممنونم که ما همراه بودید. من تشکر می‌کنم از فرصتی که دادید. موفق و پیروز باشید.